سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست روح القدس راهنمای زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح. روح القدس راهنمای زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح. آیات کلیدی این مطالعه در انجیل یوحنا فصل 16 و آیات 12 تا 15 هستند. ابتدا با همین آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درسایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازم. عزیزان، در این قسمت از کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 12 تا 15 عیسی مسیح می‌فرماید: بسیار چیزهای دیگر دارم که بگویم، ولی افسوس که حال نمی‌توانید بفهمید. ولی وقتی روح القدس که سرچشمه همه راستی ها است بیاید، تمام حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت. زیرا نه از جانب خود، بلکه هرچه از من شنیده است خواهد گفت. او از آینده نیز شما را با خبر خواهد ساخت. او جلال و بزرگی مرا به شما نشان خواهد داد و با این کار باعث عزت و احترام من خواهد شد. تمام بزرگی و جلال پدرم خدا از آن من است. وقتی گفتم جلال و بزرگی مرا به شما نشان می دهد، منظورم همین بود. آمین. عزیزان، با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربان، در نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنیم در درک صحیح از آنچه که تو امروز می‌خواهی به ما یاد بدهی کمکمان کنی. آمین. دوست خوب من، ما نمیتونیم همیشه به افکار و احساسات خودمون اعتماد داشته باشیم و بر اونها تکیه کنیم، اما روح القدس قطب نمای ثابت و قابل اطمینان برای ماست. عزیزان، خداوند روح القدس را به این جهان فرستاد تا ما را به تمام حقایق الهی او راهنمایی کنه. به عنوان عضوی از تثلیث، روح القدس روح دانا و قابل اعتمادی هست تا ما را در مورد امور الهی راهنمایی کنه. اما روح القدس قول میده که این کار را برای کسانی انجام بده که با ایمان عیسی مسیح را به عنوان خداوند و منجی شخصی خودشون پذیرفتند. عزیزان، راه اصلی که از طریق آن روح القدس ما را هدایت می‌کنه کلام خداست. کتاب مقدس ما مسیحیان که همان کلام خداست، مکاشفه او برای بشر هست و هر کلمه آن برای تعلیم، سرزنش، اصلاح و تربیت ما بسیار مفیده. منظور از در عدالت اینه که کتاب مقدس آموزه‌های خدا را به ما یاد می‌دهند که چطور می‌تونیم بخشش از گناهانمان را از خداوند دریافت کنیم و از غضب الهی او نجات پیدا کنیم. همچنین کلام خدا ما را با شخصیت واقعی او، نحوه عمل کرده وی در این دنیا و زندگی ما آشنا می کنه. به علاوه تمامی اینها، کلام خدا ما را با اراده خاص و الهی او برای زندگیمون آشنا می کنه. در مورد ماهیت و اهمیت کتاب مقدس، دوم تیموتائوس فصل 3 آیات 16 و 17 می‌فرماید: در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می‌باشد.
زیرا کارهای راست را به ما می آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصلاح می کند و ما را به سوی زندگی خدا پسندانه هدایت می نماید. خدا به وسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می سازد تا به همه نیکی نماییم. آمین. عزیزان، این بدین معناست که ما باید صادقانه کتاب مقدس را مطالعه کنیم و سپس به روح القدس اعتماد کنیم تا در مورد آن قسمت از کلام خدا به ما آموزش بده. دوست خوب من، ما نمیتونیم به افکار، احساسات و تجربیات خودمون برای راهنمایی در زندگی تکیه کنیم، چون که افکار، احساسات و تجربیات ما پایه و اساس حقیقت نیستند. همچنین ما نمیتونیم به حکمت این جهان یا فرهنگ جامعه های اطرافمون تکیه کنیم. تکیه به افکار، احساسات و تجربیاتمون و یا حکمت فرهنگ جامعه برای خداوند حماقت به حساب میاد و ما را به بیراهه میبره. مطالعه کلام خدا در اول قرنتیان فصل 1 آیات 18 تا 25 به درک این موضوع بسیار مهم به ما کمک میکنند. عزیزان، در این قسمت از کتاب مقدس که فرمایشات پولس رسول هستند می‌خوانیم: من به خوبی می‌دانم که برای آنانی که به سوی هلاکت می‌روند چقدر احمقانه به نظر می‌رسد وقتی می‌شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می رویم، این پیغام نشانه قدرت خداست. زیرا خدا فرموده است، تمام نقشه هایی را که انسان برای رسیدن به خدا طرح می کند، هر قدر هم که حکیمانه جلوه کند، باطل خواهم ساخت و فکر و نبوغ خردمندان را نابود خواهم کرد. آیه 20 ادامه میده: پس کجایند این خردمندان و علمای دین و فلاسفه که درباره مسائل عمیق دنیا به بحث میپردازند؟ خدا ایشان را جاهل ساخته و نشان داده است که عقل و حکمت آنان پوچ و باطل است. زیرا خدای حکیم صلاح ندانست که انسان با منطق و حکمت خود او را بشناسد، بلکه او خود به میان ما آمد و همه آنانی را که به پیام او ایمان آوردند نجات بخشید. یعنی همان پیامی که مردم دنیا، چه یهودی و چه غیر یهودی، آن را بی‌معنی و پوچ می‌دانند. زیرا یهودیان خواستار آنند که پیاممان را با معجزه‌ای ثابت کنیم و یونانیان نیز فقط مسائلی را میپذیرند که با فلسفه و حکمتشان منطبق باشد. اما پیام ما این است که مسیح برای نجات انسان مصلوب شد و مرد، و این پیام برای یهودیان توهین‌آمیز است و برای یونانیان پوچ و بی‌معنی. اما آنانی که از جانب خدا برای دریافت نجات دعوت شده اند، چه یهودی و چه یونانی، خدا چشمانشان را گشوده تا ببینند که مسیح قدرت عظیم خدا و نقشه حکیمانه اوست برای نجات ایشان. این نقشه نجات خدا که در نظر بعضی پوچ و بی‌معنی است، بسی حکیمانه تر است از نقشه های حکیمانه داناترین مردم.
و این پیام انجیل یعنی نجات به وسیله مرگ مسیح بر روی صلیب که در نظر برخی نشانه ضعف خداست، بسیار نیرومندتر از تمام قدرت‌های بشری است. آمین. عزیزان، چون ما ایمانداران به عیسی مسیح روح القدس را به عنوان راهنمای زندگی در خود داریم، لازم نیست در سردرگمی و تلو تلو خوران روزهای عمرمون را سپری کنیم. راهنمایی های صحیح و قابل اعتماد روح القدس به رایگان در اختیار ما ایمانداران به عیسی مسیح قرار دارند. بیایید از امروز فروتنانه و منضبط کلام خدا را مطالعه کنیم و اجازه بدیم تا روح القدس ما را به تمامی حقایق الهی خداوند راهنمایی کنه. عزیزان، با این امید که تعلیم امروز موجب برکت شما بوده باشه، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین. در دستایت خدا بر با اطمینانی را سپارم، دانم که وعده هایت امین است، کلام قدوست بس عظیم است. پس بیا ای معبودم عیسی، در انتظار دیدار هستم. پس بیا ای معبودم عیسی، در انتظار دیدار هستم. برای دیدار روی پاکت به زودی انتظارم سرای، اشتیاق سویت باد بگیرم، لحظه دیدارت بس عظیم است. پس بیا ای معبودم عیسی، در انتظار دیدار هستم. پس بیا ای معبودم عیسی، در انتظار من خدا را خواهند دید، بر کرسیش در علایلی
خواهم دید، او را بر زانو خواهم پرستید. پس بیا ای معبودم عیسی، در انتظار دیدار هستم. پس بیا ای معبودم عیسی.